من هرگز وقت آن را نداشتم که سر درس احسان و یارچاتر باشم، ولی از زمانی که ترجمه متن سغدی جنگ رستم و دیوان را از او خواندم، سال 1331 خورشیدی 1952 میلادی، خواه نخواه وی از آموزگاران سالها ندیده من است. در آن ترجمه و حتی بعدی با نام ایندرا نمیشد آن شخصیتی را در او پیش بینی کرد که سالها پس از آن از او دیده شد. درست در هنگامی که در ایران میکوشند با هزینه های گزاف و دستبرد های گزافه تر به بازمانده های تاریخی مردمان را ترک هویت دهند و به ابهام و تاریکی گم کننده و سودآور خود باز کشند، او آرام آرام از یک دانشمند دقیق و آموزگار پشت میز نشین بیرون آمد و به یک گسترش دهنده عملی و فعال فرهنگ بدل شد. دانشوری با طرحی بزرگ برای شناساندن فرهنگی که از آن آمده. در ایران انتشار فرهنگ جهان میکرد و در جهان به انتشار فرهنگ ایران پرداخت. ایرانیکا یعنی همین. و این سرزمین نمانده است مگر به این جنبش های یکتنه در هر عصری و گرد آوردن جنبش های یکتنه. ما مردم زمانه می توانیم فتیله چراغی را که روشنی می بخشد بالا بکشیم تا روشنیش همه را برسد، و یا آنقدر پایین بکشیم که پاک بیفسرد و خاموش شود. و راستی خوش آنان که تا واپسیندن روشنی بخشیدند. یار شاطر، سپاس همت تو که از تو باز این چراغ روشن شد.